سلام دوستان عزیز، درس پنجممون در مورد گوینگ لانگ اند شورت، یعنی معاملات پوزیشن های شورت و لانگ، که خیلی شما از این کلمات و اصطلاحات شما حتما میشنوید. من میخوام اینجا براتون بحث کنم که به چه معنا است. موقعی که در مورد شورت و لانگ حرف میزنی، یعنی شما در حقیقت در مورد این حرف میزنی که در چه جهت بازار سرمایه گذاری کنید. آیا شما میخوای سرمایه گذاری کنید موقعی که بازار بالا میره، یعنی رشد سعودی داره، شما سود ببرید، یا اینکه موقعی که ترس و بازار از بازار ریزش میکنه شما میخواهید از اون ریزش استفاده کنید و سود ببرید. ببینید موقعی که بعد شما توی معامله انجام میده لانگ میرید، یعنی پوزیشن های لانگ میگیرید، لانگ این به این معنا است که شما اون دارایی را خریدید و موقعی که این دارایی سعودی میره شما سود میبرید، یعنی قیمتش بالا میره، سعودی روند سعودی را داره، شما سود میبرید، اما اگه بیاد روند نزولی داشته باشه شما ضرر میکنید. درست برعکس، موقعی که شورت میگن، شورت به این معنی است که موقعی که بازار ریزش میکنه شما سود میبرید، اما اگه بازار برعکس بره، رشد کنه، سعودی بره، شما ضرر میکنید. اینا دو تا اصلاحات خیلی خیلی مهم هستن که تو بازار از استفاده میکنن و برای خرد معاملگرای مثل شما نرمال اینا را تو چیز ابزارهای دریوتیوز، یعنی لبریجا استفاده میکنن. لبریجا یعنی به این معنی است که شما موقعی که پول از صرافی قرض میگیرید، مثلا فیوچر و آپشن و اینا را میخرید، شما استفاده میکنید. اما برای نهنگا شورت ها به یه معنای دیگه است. برای اونا به این معنی است که اونا میرن تو بازار مثلا سهام و قرض میگیرن از یک سرمایه داره که مثلا من سهمو دارم، میان از من سهمو قرض میگیرن یه پولی به من میگن اوکی، ما برای یه ماه دو ماه ازت قرض میگیریم، بعد دوباره یه بیمه میدن، یه ضمانتی به من میدن، بعد من اینا را بهشون امانت میدم، بعد اینا میارن چیکار میکنن، میارن اون سهمای من که بهشون دادم و با یه قیمت میفروشن، همشون رو تو بازار میفروشن به امید اینکه بازار ریزش میکنه دوباره پایین، با قیمت پایین پایین تر میخرن و اون اختلافی که بین اختلافی که اونا فروخته بودن و دوباره خریده بودن، از اون اختلاف سود میبرن و دوباره سهم‌ها را برمیگردونن برای من مثل صاحب سهام، و از اونا از این طریق استفاده میکنن. و این شورت سلرها موقعی که میان تو بازار با حجمای خیلی بزرگی میان تو بازار و باعث میشه که بالانس عرضه و تقاضا تو بازار و چیز بشه، یعنی به هم بخوره و کنترل تو دست خرسیا بیفته و باعث بشه که بازار ریزش کنه، و اونا عمدن میخوان این کارو کنن. بعد موقعی که پایین هم هست دقیقاً اونا همون بازی رو اونجا میکنن تا اینکه حس میکنن بازار بر میگرده، اونا با اون سرعت میان همون چیزها رو که فروخته بودن دوباره میخرن، به خاطر اینکه اونا قرض گرفتن این ابزار رو دوباره برمیگردن. اینا برای نهنگا هستن، اینا برای اونایی هستن که شورت سلینگ های اصلی میکنن. اما در کل برای ماها و یا خرده معامله گرا این است که مثلا شما تو فیوچرز ها میتونید یا اینکه شما لانگ پوزیشن رو میگیری یا اینکه شورت پوزیشن رو میگیری. لانگ پوزیشن یعنی موقعی که رشد میکنه سعودی میره چیز شما سود میبرید، اما اگه ریزش کنه شما ضرر میکنید، و اینجا درست برعکس، موقعی که ریزش میکنه شما سود میبرید، موقعی که روند سعودی داره شما ضرر میکنید. حالا سوال اینه که چرا اسمشو میگذارن شورت یا لانگ. لانگ یعنی دراز مدت، شورت یعنی کم مدت. دراز مدت به خاطر اینکه روند سعودی همیشه بازار روند سعودی داده، همیشه به خاطر اینکه عواملی که تو بازار هستن مثل تورم هستن، مثل فدرال رزرو هست، مثلا بانک های مرکزی اینا هستن، حکومت ها هستن، همیشه نمیذارن بازار زیاد ریزش کنه، همیشه پول وارد بازار میکنن، که یعنی در دراز مدت اون بازار برمیگرده، در دراز مدت اون بازار حتما برمیگرده به سطح سعودی میره اگه فندامنتال ارزش ذاتی خوبی داشته باشه اون دارایی. پس به خاطر همین لانگ میگن، یعنی لانگ این میتونه یه مدت زمان خوبی عمر کنه. اما شورت چی میگن؟ شورت به این میگن که به خاطر چه شورت میگن؟ به خاطر اینکه میدونن موقعی که یه ریزش میاد این ریزش موقتی است، موقتی از
احتمال داره که و عمر کوتاه داره و به خاطر همین اصلاحاتو گذاشتن میگن شورت، یعنی عمر کوتاه داره برای این معامله که شما انجام میدید، مثلا میدید قرض میگیرید یا اینکه فیوچر رو چیز میکنید شورت پوزیشن رو میگیرید، اینا به این معنا هستن که شما در یه مدت زمان کوتاه میخواهید یه سودی ببرید و فرار کنید. پس بچه ها اینجا شما میتونید شورت پوزیشن رو داشته باشید، شما میتونید لانگ پوزیشن رو داشته باشید، یعنی شما میتونید هر در جهت سعودی رفتن بازار سود ببرید، هم در ریزش بازار از هر دو طرف سود ببرید. اینا ما بهش میگیم گاوی، اینو بهش میگیم خرسی. شما میتونید از این استفاده کنید بدون اینکه شما برید اون ابزار مالی را قرض کنید، بلکه شما امروز با قراردادهایی که تو بازار هستن مثل فیوچرها، مثل سی اف دی ها، مثل اسپرد، مثل آپشنز، اینا وارنتس، اینا همه این بروکرهای شما، اونایی که واسطه میکنن براتون معامله انجام بدی، اونا همه این قراردادها را دارن. شما میتونید از این قراردادها استفاده کنید، پوزیشن های لانگ و شورت بگیرید، اوکی. اما شما نمیتونید مثلا تو اسپات یا خود سهم لانگ و شورت بگیرید، شما فقط میتونید تو قراردادها این کارو میکنید، به خاطر اینکه شما هیچ موقع نمیتونید یه بیت کوین رو بفروشید موقعی که شما نداشته باشید، موقعی که داشته باشید شما میفروشید دیگه فروختید، اوکی. پس شما باید این معنای شورت لانگ رو داشته باشی. این شورت لانگ امروز تو بازار خیلی خیلی گرم شده، یه موضوع خیلی گرم شده، دلیلش همین امکاناتی است که تو بازار بهتون میدم برای لوریج، یا اینکه برای امکاناتی که بهتون میدن که شما میتونید با استفاده از اون قراردادها بتونید شورت پوزیشن و لانگ پوزیشن رو بگیرید. اما یه چیزی فراموش نکنید، این مسئله شورت و لانگ قانونهای خودشون رو داره، شما باید یاد بگیرید. اما خیلی شورت پوزیشن ها از نظر ریسکی، از نظر امنیت ریسکی، یعنی ریسک اینا، شورت پوزیشن ها خیلی خطرشون زیادتر است تو لانگ پوزیشن ها، به خاطر همینم اسمشو گذاشتن شورت، به خاطر اینکه شما باید بدونی عمر کوتاهی میکنن و شما باید زود فرار کنید، یعنی که وارد شدی سودتون رو بردید و فرار کنید، اینو به خاطر همینم هم میگم شورت. پس همیشه سعی کنید از شورت پوزیشن ها دوری کنید و رو لانگ پوزیشن ها فوکوس کنید. دلیل دیگه این است که ذهنیت شما را عوض میکنه، موقعی که شما هر دو جهت معامله را انجام میدید، ذهنیت شما از نظر روانی به هم میزنه، به خاطر اینکه شما داری یه ذهنیت پیش خودت درست کنی که نه سردرگم میشی، بخاطر اینکه شما هم فکر میکنی بازار میره بالا، هم فکر میکنی بازار میاد پایین، بعد موقعی که بازار میاد پایین تو ضرری، تو میری دوباره اشتباهو میکنی یا انتقامو از بازار میگیری و اینا. این کارا رو نکنید، همیشه سعی کنید مثل یک معامله گر تازه که وارد بازار میشید، همیشه روی باید سعی کنید ریسکای خودتون رو محدود کنید، و برای اینکه شما ریسکای خودتون رو محدود کنید باید در یک جهت بازار فوکوس کنی، و اون جهت بازار باعث میشه که ذهنیتتون درست کار کنه، باعث میشه که احساسات شما را کنترل نکنه، به خاطر همین لانگ خیلی خیلی به نفعتونه و شورت به ضررتونه. بعضی دفعه هست امکانات یه فرصت های پیش میاد و اینا، مثلا بزن و برو، میتونی شما این کارا رو انجام کنی. اما در کل اگه شما فقط فوکوس تو شورت پوزیشن و لانگ پوزیشن بشه، در آخر زمان، یعنی در مدت زمان شما رو میکشه، در زمان مدت چیز استراتژی هر پلانی که شما داشته باشید از بین میبره. این خیلی خیلی خطرناکه. پس از این شورت پوزیشن و لانگ پوزیشن ها خیلی خیلی دوری کنیم. بعضی دفعه ما ازش استفاده میکنیم برای هج، برای استراتژی های مختلف اینا، اما در کل شما باید بدونید که شورت پوزیشن خیلی چیز ریسکش خیلی خیلی بزرگتر از لانگ پوزیشن هست. مثلا خیلی دفعه است اتفاق میفته یه دارایی ریزش میکنه، شما را لیکوید میکنه، یعنی تمام پولای شما میره، اما بعد از این مدتی دوباره میبینید رشد میکنه. سو برای لانگ شما میتونی مثلا تحمل کنید، به خاطر اینکه شانس زیادی داری که دوباره برگرده، لااقل ضررت کم بشه. اما برای شورت شما چنین حالتی ندارید، به خاطر اینکه روند بازار همیشه
ultimately یعنی برنامه های بازارهای مالی این است که روند سعودی را داشته باشد. بس اختلاف بین شورت لونگ شو شما انا دونستید، اما باید ریسک شو در نظر بگیری، از نظر مدیریت ریسک کدومش معامله انجام بدید. کاری نکنید که موقعی که شما هر دو تا جهت دارید معامله انجام میدید، اینو بدونید ذهنیت شما در آخر روز مشکل براتون پیش مشکل درست میکنه، به خاطر اینکه شما نمیتونید روند اصلی بازار را پیش بینی کنید و نمیتونید دوست بازار بشید، بلکه این حرکتی که شما در هر دو جهت از خیلی خیلی معامله انجام میدید باعث میشه که شما در یه حالتی ببره که با بازار بجنگید و بازار بجنگید. با بازار جنگیدن یه اشتباه خیلی خیلی بزرگیه. اوکی بچه، اگه خلاصه بگیم، ما میگیم که اوکی شورت پوزیشن یعنی شورت پوزیشن لانگ پوزیشن بر اساس اینی که در چه جهتی شما سود میبرید. موقعی که لانگ میرید، موقعی که بازار سعودی میره، اون دارای سعودی میره رشد میکنه، شما سود میبرید. اگه ریزش کنه ضرر میکنید. برای شورت اگه ریزش کنه شما سود میبرید، اگه بره بالا شما ضرر میکنید. اینا چیزای خیلی خیلی مهمی هستن که شما باید حتما در نظر بگیرید در معاملاتتون. و خوب مسئله اهمیت شورت و لانگ را در استراتژی های خودتون به خوبی چیز کنید، تعریف کنید. اوکی، موفق باشید.